چراغ 42مین جشنواره فیلم فجر با دروغ‌های زیبا، کار مشترک ایران و بنگلادش در کاخ جشنواره برج میلاد روشن شد. دروغ‌های زیبا که تلاش سخت فرشته و همسرش امجد رو برای گذران زندگیشون به تصویر کشیده، نگاه‌های متفاوتی رو به منتقدان و خبرنگاران کاخ جشنواره داده. بعضی از منتقدان این فیلم رو در این حد که قرار باشه 42مین جشنواره با اون آغاز بشه نمیدونستن، اما بعضی دیگه به واسطه اینکه در طول چند سال گذشته متولیان سینما تلاش میکردن تا فیلمهایی رو به صورت مشترک با دیگر کشورها داشته باشیم، اون رو قابل قبول میدونستن. افتتاحیه جشنواره 42 فیلم فجر رو با دروغ‌های زیبای آقای مرتضی آتش زمزم شروع کردیم. زمزمه‌ای که همین اول داره به عنوان نخستین فیلم جشنواره میپیچه این که چرا این فیلم برای افتتاحیه مهمترین رویداد سینماییمون بود. شاید برای اینکه دوستان کارگردان ایرانی که فیلم ایرانی ساختن نه فیلم مشترک، به قول معروف گفتنی نگویند که چرا او را انتخاب کردی و ما را انتخاب نکردی. آیا آتش زمزم داره از پشتوانه سینمای کودک و نوجوان میاد، منهای هولیا، حالا توی حوزه سینمای کمدی، و هنوزم این چشم اسفندیار جشنواره فیلم فجر به عنوان اینکه کارگردان با رویکرد آزمون و خطایی وارد این جشنواره شده، شاید یکی از اولین واکنش‌های زاویه‌داریه که با این اثر میتوانیم ببینیم. فیلم دروغ‌های زیبا تولید مشترک ایران و بنگلادشه. خب قطعا سینمای ایران به عنوان یکی از کشورهای صاحب سینما با بنگلادش قابل قیاس نیستش و به همین سبب شاید اولین اتفاقی که برای مخاطبان جشنواره فیلم 42 چه اصحاب رسانه چه هنرمندان میفته بحث زاویه شدیدیه که با این فیلم میگیرن. قطعا این اثر میتونه برای سینمای بنگلادش اثری تراز باشه، آنچنان که بسیار بسیار رسانه‌ها گفتن که قرار است در رخداد یا رویدادی مانند جشنواره اسکار به عنوان نماینده سینمای بنگلادش حضور پیدا کنه. ولی اگر حتی ملاک و کیفیت تراز سینمای ایران باشه، پله‌های زیادی فاصله داره با این تراز اثر آقای آتش زمزم و به همین سبب نمیتوان اون رو به عنوان فیلم افتتاحیه حداقل پذیرفت. به نظر من فیلم شریفی بود، فیلمی بود که میشد خوب دید و تحملش کرد. هرچند داستان‌ها فکر می‌کنید که مثلا یک کارخونه دار بخواد در مورد ارتباطات با یک زن کارگرش این کار داشته باشه، در دنیای کنونی این یه مقدار غیر قابل پذیرشه، ولی در مجموع بازی های فیلم، داستان فیلم، لوکیشن های فیلم، ارتباطات زن شوهر در این فیلم بسیار زیبا دیده می شد و گذشت های انسانی که ما در هر فیلمی ممکنه ببینیم، تو دنیا ممکنه سینمای هالیوود هم همچین فیلم هایی رو داشته باشه. چرا؟ برای اینکه مسئولیت اجتماعی در این فیلم خیلی خوب بود. انسان‌هایی که ندارم ولی گذشت میکنم، و این یاد میده که انسان‌ها در زندگی علاوه بر گذشت باید تحملشون هم خیلی زیاد باشه. ما در زندگی باید تاب‌آوری رو تمرین کنیم، بتونیم تاب‌آوری رو برای زندگی خودمون با هر شرایطی تحمل کنیم، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. حتی بازدید اونا از یک معبد دینی براشون چقدر مهم بود، خیلی تشکر میکردن که ما را به این بازدید آوردید. کلن روال فیلم به داستان در یک لوکیشن های خیلی خوبی بود. بازی اون خانم به عنوان هنرپیشه زن خیلی بهتر از شوهره بود و اون بچه ناشنوا هم خیلی از این بازی های خوبی در آورد. ما نمونه این فیلم ها رو در سینما ایران داشتیم، ولی چون در بنگلادش بود، در داکار بود، برای ما تازگی داشت و یه مقدارم به فرهنگ و گردشگری این فیلم یه توجهی داشت که ما بیاییم فرهنگ های دیگر هم ببینیم، زندگی مردم رو مقایسه کنیم، بپذیریم که میتونیم بهتر از اینم باشیم. در نشست خبری جشنواره هم طبق اعلام دبیر جشنواره قرار هر روز این رویداد بزرگ بین المللی سینمایی به نام یکی از درگذشتگان سینما معرفی و از خانوادش تجلیل بشه، که روز اول به مرحوم ایرج تقی‌پور تهیه کننده تلویزیون و سینما اختصاص داشت.